سرانجام شکایت ها از موجودت فساد اداری در رهبری شهرداری کابل روی میز کار سارنوالان قرار گرفتند. بعضی مواردی که در وقت تصدی آقای نواندیش و رولا همان که صورت گرفته بود حجاب بریزی میکرد که چون اینا در رأس اداره قرار داشتن و از اینا مقدار استجواب صورت بگیره و بعد از اون تصمیمی که مطابق قانون در نظر از سو گرفته میشه. آقای رولا همان تا هنوز مراجعه نکردن بلوی سارنوالی و خواهش مامی است که اونا به زودترین فرصت مراجعه کنن و آقای نواندیش دیروز به تحقیقات خود حاضر شدن و امروز هم یک سلسله تحقیقات ادامه داره. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که یافته های نخستین آنان نشان میدهد که در 13 سال اخیر در شهرداری کابل در بخش های گردآوری درآمدها و توزیع زمین دستبرد وجود داشته است. یافته های ابتدایی ما نشان میده که موارد زیاد آسیب پذیری ها در قسمت جمع‌آوری عواید و در عین زمان مصارف را که شهرداری ها انجام میتن وجود دارند. این مشکل ناشی از این میشه که متاسفانه افغانستان شهردارها تا به حال همشان شهردارهای انتصابی هستند. اما چگونگی رسیدگی به پرونده های فساد اداری و شفافیت در این روند هنوز هم نگرانی های را به همراه دارد. تشویش ما در قسمت بررسی شفاف و درست قضایا هست، به خاطر که ارگان های تحقیقی و همچنان ارگان در مجموع ارگان های عدلی و قضایی متاسفانه در اکثر موارد اونا خودشان آسیب پذیری های خود در مقابل فساد دارند. روح الله امان از سال 2007 تا سال 2008 میلادی و محمد یونس نواندیش از سال 2010 تا سال 2014 میلادی به حیث شهردار کابل کار کردند. در حالی که بر بنیاد قانون انتخابات شهردارها باید انتخابی باشند، اما شهردار کابل هنوز هم از سوی رئیس جمهور انتصاب می شود.